الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد سيدنا ونبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين بلند هوا عشنا ودعاية در هستين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدرسن كي جور مندو مند وصحة بتوفيق ياري الله عز وجل بياك ديگر از بعد نمهاي نشاستهاي إيماني در خدمت قرار داريم موضوع برنامه امشب ما اصلاح جامعه هست فراموش نکنیم که امروز یک شنبه 13 اوم دلوی دو مصادف بادوی دو و مصادف با فبروری 2020 هست که در ای برنامه استادان بزرگوار هر یک محترم استاد عزیز الله مفلح با ما هستند استاد بزرگوار عبدالسامد قاضی زاده و استاد گرامی ما نظیر احمد رحمانی که از همه اساتید بزرگوار نهایت سپاس و تشکر میکنیم که در این برنامه با ما حضور به هم رساندند دوستانی از در جمعه قسم که همین لحظه شاهد است این برنامه رأس ساعت شش و نیم آغاز شد به دلیل از این که ما خوب اعلان کرده بودیم که شش فکس این رأس ساعت شش شروع می ولی چون نماز شام پنج و نیم شده یعنی وقتش تقریبا به طرف زمان برنامه ما نزدیک میشه به این اساس بعد از امشب انشالله تا زمانی که باز وقت نماز به این ساعت برنامه ما مصادف میشه تا او زمان که ساعت برنامه را شش و نیم در پیش خواهد داشتیم به توفیق یاری الله عز و جل همچنان محترم فراموش نکنید در نخستین لحظات برنامه هستیم برنامه را با همگان شریک بسازیم و تلاش کنیم به خیر که در این برنامه روی سوالات مشخصی که برمیگرده به موضوعی برنامه که اصلاح جامعه هست تمرکز بکنیم و از اساتید بزرگوار بپرسیم و پاسخ را از داشته باشیم. نخستین سوال در متوجه جناب استاد يا سياده احمدي الرحماني ميسودن کو استاد محترم ما تشریح اصلاح جامعه چی هست و چه تعریفی از جامعه و اصلاح از دارین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على قائد المجاهدين محمد وعلى اله واصحابه و وبعد قال الله عز وجل في محكم التنزيل وهو استقل القائلين واذ قالت طائفة منهم لما تَعِيزُونَ قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله بارزي سلام و خسنوا باشيش خدمت شما و دوستاز گرامی و بینندگان عزیز شما خرسندم که الله متعال توفيق را نصیب ما گردانید و بار دیگر در یکی از برنامه های نشست های ایمانی در حضور شما و در حضور بینندگان عزیزتان هستیم جناب استاد گرامی جامعه چیست؟ اصلاح جامعه چی تعریف دارد؟ اگر بر بگردیم به یک جامعه شناسی یا علم الاجتماع خوبتر اکید از او منظر بحث کنیم جامعه شناسا جامعه را تعریف میکنن که در لغت به معنای اجتماع یک جا بودن و یک جا زیست نمودن است و در اسلام میگن که جامعه عبارت از گروه مردمی است که در یک قلمرو خاص و با فرهنگ مشترک با هم زیست دارن کی زیست از یا با مردمی که در دیگر قلمرو زندگی میکند کنش متقابل دارد که جامعه شناسا سه اصل در تعریف جامعه اعتبار میدن یعنی سه انصار مهم در تعریف جامعه وجود دارد. یکی وجود مردم دوم روابط مردم با یکی دیگر سوم کنش متقابل یا کردار متقابل با جوامعی که دیگر است غیر از جامعه بنابرای تعریف ما میتونیم که جوامعی که چندین کشور یک جار ساخته او را هم جوامع بگیم به طور مثال میتونه بگیم جوامع شرقی جوامع غربی جوامع آفریقایی و همچنان همچنان میتونیم یک کشور مجزا جدا هم جامعه بگیم مثل افغانستان پاکستان ایران و همچنان میتونیم یک گروه یا قوم خاصی که در یک کشور زندگی میکنه هم او را هم جامع بگیم جامعه پشتونها جامعه هزاره جامعه تاجیک و علمای اسلامی هم یک نکته دیگر را اضافه میکنند که میشه که ما ادیان هم اطلاق جامعه سرش انجام بده بکنه مثلا میتونیم بگیم جامعه یهودی یا جامعه یهودیت جامعه نصرانیت و جامعه اسلام بنابراین منظور استاد گرامی ما جامعه را میتونیم که از نگاه جامعه شناسی و اسلامی به پنج گونه تقسیم کنه یکی جامعه ای که در او تمدن است یعنی جامعه ای که در اون مدنیت است و اسلام است دوم جامعه ای که در نه مدنیت وجود داره نه و نه اسلام وجود داره سوم جامعه ای که در اون نسبی هم مدنیت وجود داره هم اسلام وجود داره چهارمی که جامعه ای که تنها در اون مدنیت است و اسلام وجود نداره پنجمی که جامعه ای که در اسلام است و مدنیت وجود نداره حالا این هر پنج ازی بحث طولانی داره مختصرا میپردازیم جامعه ای که در اسلام وجود داره یعنی نظام نظام اسلامی است و در اون مدنیت وجود داره این جامعه جامعه اصلاح شده و جامعه مترقی است به طور مثال جامعه ای که در او دین تطبیق میشه و آسایش و رفاه مدنی در او جامعه وجود داره و جامعه جامعه پیشرفته است برعکس جامعه که در او دین نیست و جامعه که در او مدنیت وجود نداره هیچ نوع اصلاحی هم در او جامعه وجود نداره حالا جامعه که در او مدنیت است مثل جامعه اروپایی که امروزه ببینیم مدنیت وجود داره آسایش رفاه همه لوازمی که یک انسان بخواد آسوده باشه وجود داره اما متاسفانه بدبختانه که دین وجود نداره دین خدا حاکم نیست و دین خدا تطبیق نمیشه ما نمیتونیم بگیم که جامعه جامعه اصلاح شده و جامعه خوبی است برعکسش اگر در یک جامعه که مدنیت وجود نداره و دین هست این جامعه را ما نمیتونیم بگیم که جامعه اصلاح شده چرا؟ به خاطر از اینکه قرآن سرآباد و به این است که انسان ها باید در زمین کار کنند، آبادانی کنند. الله در قرآن میگه که ما شما رو به زمین خلق کردیم که شما آباد کنین زمینه. باز الله میگه کی است که حرام گردانیده باشه زینت حیات دنیا را؟ کی است؟ در قرآن الله میگه که شما هم دنیا رو بخواینم آخرت. ها. پس به این منظور اصلا اساساً دینی را میگه که انسان هم پشت مدنیت بگرده. و هم پشت دین اخروی خود بگرده پس جامعه متاسفان افغانستان ما نمیتونیم بگیم که یک جامعه جا مکمل اصلاح شده است این دو سه قسم دیگهش که ما یکی از جامعهش نزدیک به اصلاح است دو جامعه دیگهش هم مانند جامعه اول که تعریف کردیم اصلاح شده نیست و گرامی جامعه که در دوم گفتیم جامعه که در اون مدنیت است اما دین نیست شما فکر کنین چند تا غارتگرا و دزدا آمدن یک جامعه را درست کردن درست؟ در او هر نوع آسایش، رفاه آبادانی همه چیز وجود دارن اما در او فساد اخلاقی است، اباهیت جنسی است، اباهیت مواد مخدر است، ربا است، سود است آیا کدام منطق میگه که جامعه جامعه اصلاح شده است؟ هیچ کسی رو نمیگه و قرآن کریم افراد جامعه را به سه گونه تقسیم میکنه یک کسانی که صالح هستند دو کسایی که مصلح هستند سه کسایی که مفسد هستند الله بزرگوار در سوره اعراف آیه 147 به یه اشاره میکنه میفرم در این داستان عزیز که کسایی که در روز سبت روز شنبه از یهودیا منع شده بودند که نباید شکار مایی کنند یا نمیکردند یک چال یک هیله یک نیرنگ را درست کرده بودند که ما یا روز شنبه می آمد ده دام از یا مفتاد و یا روز یک شنبه, شنبه می رفتند ما ای را می گرفتند گروه از یا بودند صالحین که اینا فقط خوب به خودم فکر کرده بودند و دعوت داده بودند دیده بودند که دعوتشان مردم قبول نمی کنند گوشگیری کرده بودند و دیگه کسایی بودند که دعوت می دادند دادن. حتی برای شمی صالحین می که شما چرا این کار را باز می گفتند معذرت الى ربکم و از قال منهم یاد که زمانی را که گفت طائفه از یهودی ها بر ایشان لم تعیزون قوما چرا وعظ و نصیحت میکنین قوم را که الله مهلکهم الله یار حلاک میسازد در دنیا او معذبهم یا الله متعالی یار عذاب میکند کند عذابا شدیدا به عذاب بسار سخت و شدید یا در جواب چی گفتن؟ قالو معذرتا الى ربکم دو دلیل میگن یک معذرتی باشه در روز آخره در نزد الله به الله عذر پیش کنیم که الله ما برشان گفتیم اما متاسفانه انجام ندادن یک دو ولعله هم یتقون شاید که اینها از کارهای بده که انجام میتن دست بکشن دعوتگر مسلح هیچگاه نباید خسته شد دعوت کنن حالا نتیجه چی میشن الله مطال در قرآن کریم ادامه آیه رو فلام ما نسو ما زکی رو زمانی که اینها فراموش کردن از یاد بردن آن پند نصیحتی که برشان داده شد انجین اللذین ینهون نسو نجات دادیم آنها را که مردم ها را منع می از انجام دادن کار بد اینها را خداوند میگه ما نجات دادیم این گروه را نجات دادیم هم صالحین نجات دادیم هم مصلحین نجات دادیم در ادامه شی می الله متعال و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس و گرفتیم کسانان را که ظلم میکردن به عذاب با سخت عذاب سخت اینا را سرد ساختیم چرا علت را هم الله متعال بیان میکنه به مکان یفسقون و سبب که بودن اینها فسق و فجور در جامعه انجام میدادن به طور خلاصه جناب استاد گرامی جامعه اصلاح شده جامعه ای است که به تمامی فرامین دینی لبیک میگه نه تنها به زبان بلکه به قبولش میکنه و به جواره خود حملش هم میسازن این بود چیز مختصری که تقدیم شد الله خیلی سلامت باشین تشکر از شما استاد محترم بینده از من سوال بعدی متوجه جناب استاد عبدالسامد قاضی زاده میشه که استاد بر ما میگن که انواع فساد در جامعه فساد وجود جامعه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر صدق الله العظيم خدمة بين عزيز شنو عزيز خاهر وبرادر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكاس في حضور جناب اساتی زگرامی yes. بدون شک در محیط یا جامعه ای که انسان ها زندگی می‌کنند فساد انواع متعدد و مختلفی داره وقتی از مردم ما پرسان بکنید هر کسی یک تعبیر و یک ورداشتی از فساد داره ولی ما در مجموعه اگر ببینی در جامعه به صورت خلاصه یک چیزی که مردم بتونه برداشت بکنه شش نو فساد در یک جامعه وجود داره به خصوص در جامعه افغانی ما که امروز می مشاهده می‌کنیم. یک نوعی فساد فساد مالی هست یا فساد اقتصادی وقتی شما نگاه بکنید که کسایی که رشوت میخورند واقعا در حقیقت مرتکب یک نوعی از فساد مالی شدن، زمین مردم غصب میکنند مرتکب یک نوعی از فساد مالی شدند سود میخورن فساد مالی است احتکار فساد مالی است اختلاس فساد مالی است گرفتن به استرا سرقت کردن یا دزدی کردن از مالیات دولت فساد مالی است همه اینها جزء فساد مالی محسوب میشه وقتی الله تبارک و تعالی در قرآن و پیامبر صلی الله علیه و در حدیث رشوت دهنده و رشوت گیرنده را لعنت میکنه وقتی کسی که توسط اخذ پول بنا مورد لعنت و نفرین خدا قرار بگیره بدون شک مرتکب فساد شد وقتی محتکر یا احتکار کننده در الله لعنت میکنه اختلاس کننده کسانی که از ثروت دولت برای نفع شخصیشان استفاده می کنند سوی استفاده می کنند. برای فامیلشان استفاده میکنند زمین مردم را غصب می بنابراین بدترین نوعی فساد است یا به تعبیر دیگر فساد مالی رو شما می بینید امروز در جامعه ما به حدی با یک شکل بسیار ماهرانه انجام میگیره گیره مثلا شما یک نمونه اگر مد نظر بگیرید امروز دولت از 50 افغانی است که مردم 5 افغانی رو به اصطلاح به عنوان ظاهرا میگه که مالیات است یک چیزی است که دولت انتخاب کرده در حالی که ما میبینیم که به یقین میتوانیم گفته که ممکن نیمی زیره اگر دولت بگیره یا نگیره باقی قیمان دیزیره نمیدانه که در جیب چی کسی میره چرا در کشور ما امروز یک سیمکارت کارت تلفن در بازار به 10 افغانی فروخته میشه بدون راجستر بدون وای بدون کدام در نظر داشت مثال دیگر و دولت امروز نمیدانه که حتی در این جامعه چند میلیون افراد این جامعه از سیم کارت استفاده میکنن یا از تلفن استفاده میکنن وقتی که این به اصطلاح احصایت وجود نداشته باشه پس معلوم نیست که پول به جیب چه کسی میره در حالی که او فقیر و بیچاره که چالو فروش یا پیاس فروش که سر کوچه از صبح تا شام حتی شما میرید میبینید که بعضی جا خواهران و مادران نشسته در هوای سرد در زمین تر به اصطلاح در حالت بسیار بخیم او کار میکنه و تو از او به اصطلاح پول از او بیچاره رو میگیری و هیچ هم معلوم هم نیست که به کجا میره و کدام در یک مصرف میشه یا مثلا در گمرکات اگر شما نگاه بکنید چی فسادهای به سطح بسیار بزرگ در رسه مالی وجود داره من یک نمونه ایش خدمت ازان میگم به خاطری که بدانن که فساد مالی یعنی چی خیلی شرماور است شما در حکمت گذشته یعنی حکمت آقای کرزی دیدید که یک بانک که سرمایه ملت هست مردم در او سهیم بودن چیزی کم یک میلیارد دلار در او پول بود به نام کابل بانک حتی چند نفر هم محدودی رو نشستن به خود تقسیم کردن فکر میکردن که میراث پدرشان تقسیم میکنن یا میراث شخصیشان هست یعنی 900 و چند میلیون دلار چند نفر افراد غاصب زورمند بین خود میگیرن تقسیم میکنن به اصطلاح کسی هم نیست که از اینا پرسان بکنه شما چی کردید این پوله بزرگترین فساد است من هدفم از بیان کردن از این است که امروز اگر یک نفر مثال یک ترافیک سر جاده 500 افغانی رشوت میخوره او به گیر میاد زندان میره میگه والله چرا این فساد مالی کرده یا یک مامور در اداره به سطح پایین وقتی که رشوه میگیره یا مثلا کدام ظلمی مرتکب میشه او محاکمه میشه در زندان میره ولی و کسایی که در حد بالا هستند کسایی که در سطح بالا قرار دارند، <applause> کسایی که فساد مالی اونها به میلیون و میلیارد میرسه کسی نیست که از اینا پرسان بکنه که شما چی میکنید و رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر جامعه ای که اگر افراد ضعیف محاکمه شد و بزرگانی اونها رها شدند میگه امت های گذشته که هلاک شدن به همین دلیل هلاک شدن چون برای مردم ضعیف و بیچاره حکومت بود و نظم بود و قانون بود و پنجه قانون بود به اصطلاح از اینا تحقیق بود و بررسی بود اما برای وچه وزیر وکیل به اصطلاح خاندان و اقربای به اصطلاح بزرگوارانی که در راس قدرت هست کسی از اونا پرسان نمیکرد در حالی که این نوعی فساد بدترین فساد فساد است که امروز ما میبینید در جامعه نوعی دومی فساد فساد سیاسیست سوء سوی استفاده از قدرت چوکی منصب است و شما میبینید که امروز ما در کشوری زندگی میکنیم که نه یک نظام تعلیمی درسته نه یک نظام اقتصادی درسته نه یک امنیتی درسته در جامعه نیمی از اردو و پلیس و نیرویی که باید برای امنیت ملت باشه در اختیار کسان قرار دارن که به اصطلاح اونها در رأس قدرت قرار داره به خاطر امنیت زن و بچه و فرزند و خانه و به اصطلاح خود اینها این سوی استفاده از قدرت است یا مثلا کسایر مقرر میکنن کسایر حذف میکنن یک نوعی از فساد است در حقیقت در حالی که در قانون یا مثلا در هر کشور معیار به برتری به اصطلاح کفایت کاری است لیاقت کاری است شایستگی است باید به او حسب انتخاب بشه بنا از نسل هایی که بر اساس قوم و نژاد و سمت و سو و به اصطلاح سبب و وسیله میشه خودش یک نوع فساد در رأس سیاست و حکمت است نوعی سوم فساد فساد تعلیمی است حتی در نظام تعلیمی ما امروز فساد وجود داره شما تصور بکنید وقتی یک استاد دانشگاه از یک دختر میخواد که بر در برابر نمره با او حتی به خواسته جنسیش برسه از اشتغازای جنسی میکنه بیا خود در اختیارم قرار بده تا من برای نمره بدم خب از این بدتر فساد دیگه چی باشه وقتی یک تفلک در مکتب میره دختر ما خواهر ما مادر ما به هر کدام اینا که امروز در عرصه تعلیم کار میکنن در بخش تعلیم و تعلم از اینا سوی استفاده میشه که خب در حقیقت یک فساد است در بخش تعلیم یا در مساجد در مدارس میبینید که امروز سر و صدا بلند میشه که به چی صد و به چی به اصطلاح درجه فساد وجود داره نوع دیگری فساد در جامعه فساد اخلاقی است متاسفانه متاسفانه به جایی که ما یک مسلمان واقعی باشیم اخلاق درست داشته باشیم با ارزش های اسلامی پاوند باشیم میبینید که رضایل اخلاقی فساد اخلاقی به سطحی رسیده که حتی از خود ریاست جمهوری گرفته تا پایین ترین یک اداره را شما برید ببینید که امروز چی وضعیت است یعنی در هیچ اداره ای نیست که در اونجا یک خواهر مسلمان مسئول باشه او در حفظ باشه عزت و عفتی در هر جا میره که گرگان درنده از چهار طرف طرفش به اصطلاح نگاه میکنن یا او مورد آزار اذیت قرار میدن آزار اذیت های خیابانی بازار در فضای درس و تعلیم مکتب دانشگاه اداره در همه جا میبینید که به اصطلاح قضیه وجود داره بنان این نوعی دیگری از فساد است که به نام فساد اخلاقی یاد میشه یا به تعبیری دیگر اگر بگیم فساد اخلاقی بد اخلاق بودن مؤمن باید خوشخو باشه مؤمن باید خوش اخلاق باشه خوش برخورد باشه الله تبارک و تعالی در قرآن برای مؤمنان واقعی میگه که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس باید خشم خود را تحمل بکنه برخوردش به دیگران طور باشه که نشه خدای ناکرده کسی رازار ازیت بکنه وقت خداوند برای پیامبر خطاب میکنه که برای یک کور وقت پیشید میای حق نداره پینه که تورش کنی او و تو الله پس چگونه در برابر کسایی که میبینن با شما تعامل دارن برخورد دارن اقربا همسایه خیشابندان در بازار معاملات حق نداریم بد اخلاقی بکن و همچنان نوعی دیگری فساد که چیزی که بسیار مهمه واقعا امروز در جامعه ما میبینید فساد از آدرس دین میشه به نام فساد دینی دین مشکل نداره سوی استفاده نشه امروز اگر قتل ها صورت میگیره از آدرس دین صورت میگیره مرد مردم ظلم میشه شلاق میخورن تهدید میشن به اصطلاح از آدرس دین میکنن خیلی کسایی به اصطلاح محاکمه های صحرایی شروع میشه و هر کسی به هر نوعی که میخواد به اصطلاح مردم از آدرس دین آبرو عزت حیثیت شرف مجد بزرگی یک کس زیر پا میکنن بعض وقتی که با اونا صحبت بکنی میگه والا دین چنین گفته و چنان گفته یعنی از آدرس دین فساد کردن ظلم کردن به حق دیگران تعرض کردن خونی انسان ها رو به ناحق ریختاندن یا به اصطلاح مال و مردم رو به غارت بردن چور کردن ظلم کردن فکر کنم که بدترین نوعی از فساد است که کسی بیای از آدرس فساد مطرح بکنه و آخرین نوعی فساد فساد و مخدرات و مسکرات است که ما امروز در جامعه میبینیم که جامعه ما رو به تباه و تباهی و بربادی برده شما تصور بکنید در یک کشوری ما زندگی میکنیم که امروز سه میلیون جوان ما در حال تلف شدن است معتاد به مواد مخدر هست شب در خانه جا ندارند در بین کسافات روی جاده داخل جوچه ها کنار سرک افتاده هستند سه میلیون انسان در حال نابودی است و ما چگونه یک احساس داریم چگونه یک مسلمانیم چگونه یک وجدان داریم ما که هنوز هم بر کشت مواد مخدر گسترش مواد مخدر اصرار برزیم به او ملا و او کسی که از آدرس دین میای فتوا میده میگه والله ای بر مشکلی نداره و به اصطلاح اصرف کشت کردن ای زراعت کردن ای فکر کنم که در حقیقت در حق حقیق یک ملت بسیار بزرگ جفا کرده ما به هیچ جنگی در افغانستان اینقدر تلفات ندادیم که تنها در مواد مخدر تلفات دادیم من بارها ای رو در برنامه ها و در صحبت گفتم شما فکر بکنید سه میلیون متاد امروز هر متاد صد افغانی روزانه مصرف میکنه روز 300 میلیون مصرف متادی نمایه این ضربه اقتصادیش ضربه اجتماعیش در جامعه برید ببینید که چتلی و کسافت و تکلیف های روحی و روانی و به هر کسی که اینا رو میبینه که در روی جاده افتاده چی چقدر برای مردم فکر و روح روان مردم تاثیرگذار هست ضربه جانیش ببینید سه میلیون جوانتان در حال نابودی است بس کنید به خدا دیگه دنبال زی گپا نگردید این وزارت مواد مخدر چی میکنه میلیون ها دلار از یادرس مصرف شدی به کجا مصرف شد کدام درد این جامعه را دوا کرد اینا همه فرزندان مسلمان هست که امروز در این روی جاده افتاده حتی جای نداره این دولت وظیفه چیست مسئولیت وزارت مواد مخدر با هزارها کارمند چیست یا کسی نیست که از اینا پرسان بکنه حداقل این پول به کجا مصرف میشه کدام شفاخانه به سطح بین المللی برای تداوی متادین ساخته شده حد اقل اگر تداوی نمی کنید جمع بکنید اینا در یک گوشه برایشان شما دیگه یک سرپناه کم به خوبه جور بکنید ولی به حد بی کفایتی به حد بی مسئولیتی انسان باور که درد میگیره انسان رنج میگیره وقتی وضعیت در جامعه میبینه آخ مادر به خاطر فرزندان زحمت کشیده پدرش یک عمر کار کرده تا این بچه بزرگ بشه و امروز در ادامه مواد مخدر افتاده در دام مسکرات افتاده در دام مواد الکلی افتاده شرم نیست برای حکومتی که یک دکان را یک بوتل شراب پیدا میکنه و را بسته میکنه و به زندان میندازه خب چرا اون مرزی که یک کانتینر شراب وارد میشه او گمرکی که میای مسئول میشه چرا در اونجی گرفتار نمیشه او تاجری که این وارد میکنه او کسی که این مواد مخدر کشت میکنه شما در فصل تولید مواد مخدر وقتی که به گل میرسه بروید در هلمند در بکوا مثلا در مسیر قندار کابل ببینید در مسیر هرات مردم اینجا میره عکس یادگاری میگیره کسایی که خارجی و داخلی در کنار اینها و بعدا به خاطر فریب مردم چند کیلو مواد مخدر بگیریم و میگه ولایر با آتش زدیم و چند تا قاچاق بگیرم اومد و به اصطلاح چند مواد مخدر از بین برده شد خب این مردم خب عقل داره منطق داره میبینن که چی میکنه شما بنا ان ما از بزرگایی که در رأس قدرت قرار دارن بیاید به بی ملت دل بسوزانید از این بیشتر این مردم رو در, در تباهی و بربادی نکشانید چهار نفر از اگر از این قاچاق برای مواد مخدر و از این زراعت کننده های مواد مخدر به کلا آویزان میشد دیگه این ملت پای خود را جمع میکرد بنابراین خواستیم از علما دانشمندای دینی زی مملکت است که بیایید در برابر ازی پدیده شوم به این فساد که هم دین ما هم دنیای ما هم اقتصاد ما هم نظام خانواده ما هم در هم و بر هم کرده در برابر ازی یک تصمیم قاطع بگیرید و ان که موفق و مایت باشید سلامت باشین جزاکم الله تشکر از شما که الحمدلله که جوانی به با این سوال پاسخ داده شد سوال بعدی متوجه جناب استاد عزیز الله مفلح میشه که برای ما استاد بزرگوار میگن که راهکارهای مبارزه با فساد در جامعه از چی طریق ممکن هست یعنی کدام راهکارها باید پیش گرفته شود بسم الله الرحمن الرحیم و به استعین و بهی نستعین با تقدیم سلام و وقت خیر حضور همه شما و بینندگان و کسایی که ما را میبینند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حضور همه شما باید به عرض برسانم در رابطه با جواب این سوال را کارهای مبارزه با فساد یعنی چی کارهایی باید صورت بگیرد که فساد از جامعه رخت سفر بسته کند سوال بسیار زیبایی است اولین جواب که در ارتباط ما به عرض برسانم الله جل تزمته در قرآن عظیم شان میفرماید: فرماید و منكم مِنْكُمْ يدعون يَدْعُونَ الخير، الْخَيْرِ بالمعروف بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنکن. از بسا مسائل واقعی و مؤثر در اجتماع حکومت ما تفره می روید. این بار نه، این سال نه، پار سال نه، پار دیگر نه، این دهه نه، دهه پار نه، دهه گذشت. دهه ها و صده صد ها می شود که حکام کشورهای اسلامی به خصوص حکام افغانستان در حق جامعه ظلم میکنه ظلمشان چیست؟ ندیده گرفتن قوانین مؤثر اسلام حضرت امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عنه میگه اگر تو جامعه را اصلاح میکنی میخوای که اصلاح بکنی فساد را به اصلاح بیاری لا ها هذه الامه این امت اصلاح نمیشه مگر به امو چیزی که پدرش پدر کلانش اجداد و نیاکانش اصلاح شد پدر کلان ما کس محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب گران قدر پیامبر تابعین تبع تابعین مشتهدین ایم ما فرزندان اسلامی یکی نسب ظاهری است یکی نسبی که در دین ما رو دین ما را اصلاح کرده حضرت مولانا می گر نبودی کوشش احمد تو هم میپرستیدی چو اجداد یقینا اگر کوشش او مردای خدا حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه اصحاب قدرش تا به این تب تا به این الهی و اومنه هازه اولمای واقعی و وارسته و برجسته تلاش برای دین نمی کردن ما هم امروز در بودا می رفتیم و زانو می و تعظیم می و یا بودا می گفتیم یا الله یا بودا می گفتیم یگانه راهی بیرون رفت از مازل یکی از راه های موفقش ایجاد تشکیل به نام امر به معروف و نهی از منکر در داخل دولت جمهوری اسلامی افغانستان یکی از مسائلی که به اصطلاح مؤثر و مهمتر باشه نظر به همین آیه قرآن کریم باید خدا نیتون میگه باید باشد بل تکن یعنی امر خالی نیست امری مؤکد بالام میگن از نظر سیستم تکنیکی نحویش یا صرفی و بلاغیش باید باشد از شما یک گروه یک توده یک تشکیل چی کنه؟ ید اونه الخیر و خیر دعوت کنند و این خیر چیست؟ یا بالمعروف و ین یعنی حوانه حنی کرد معروف امر کنند به کارهای شایسته امر کنند و از کارهای ناشایست و نادرست و ناهنجار منع کنم و دوم گزینه بر علاوه بر علاوه الحمدلله این سیستم فی الجمله هست اما یک سیستمی نیمه مرده است به نظر من سیستم ارشاد که ما در چوکات جمهوری اسلامی وزارت ارشاد و حج و اوقاف داریم که یک بخش این ارشاد است که الحمدلله فی الجمله هست اما یک کمی محرک اساسی تر و قوی تر یعنی علما باید ارشاد بکنن علما موعظه بکنن علما اندرز بکوین از جوانب مختلف ما چنان باور دارم والله العظیم اگر دولت دولت نه حکومت اگر حکومت با ملت با علما همسو شود هر آن قضیه که باشه ما موفق از این سرش کامیاب میشه من مثال نشان میدم یک مثال زنده در پیش رو و چشم ما همون صحنه که اولی که جناب اشرف غنی رئیس جمهور شد خواهر ما به نام که در شاهد شمشیر فرخونده به شهادت رسید علت و پیدا کردن که تعویز نویسی هست بلید. که کدام کار مهمی هم در اسلام نیست یعنی که حتما فرض باشه که آدم تعویز نماشته با خصوص پیش انسانه که که خودشان حتی نماز نمیخوانن و نماز بلد نیستن از این جالبتری که چیزکای چارگوشه دارن به نام رم که من اندازن باز او طرفش می و ای طرفش با چه چی از با خدا که بابا اینمیشه دولت یک فوکس کرد یک عقبگرد مؤثر با علما با وزارت ارشاد و حج و قاف با یک عمل قاطع و قوی امروز تو رو در تمام شهر کابل یک کس پیدا کن که در در داخل شهر کابل بگویه که ما تعویز هستم. در حالی که گاه کشیده بودن باری 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 باری. گرداننده اجل، آورنده روح، بچه دهنده ده ما چون بخت باز کن، بخت بسته کن، ای کن، او کن، فلان کن با چه قدر یک به اصطلاح خز و عراجیفی نموشته می و بالاخره این دولت یک توجه کرد بالاخره از بی از بین رفت من من تنها من تمام با تو جمع کو بیار علت الالل ده پای دولت است دولت کمکار است دولت بیکار است دولت چی بگیم زوتر کدام طرفش بگیم حضرت سعدی بزرگ رحمت الله علیه می در رابطه با جامعه و سیاست میگه که اگر چوب حاکم نباشد زپی کند سفله مرد و در کعبه قی در بسام موارد انسانهای اوباش انسانهای خطرناک انسانهایی که با دین خدا تمسخر کردن استهزا کردن مرتد شدن دولت از اونها سهل گذشت به اونها سخت نگرفت بلکه آسان گرفت حتی در بعض جاها زمینه سازی کرد که فرار کنند از دولت بیرون برون خارج برون در چنین موارد دولت باید جدیت نشان بده وقتی که فساد خصوصا در بخش دین یکی از وظایف مکمل دولت با خصوص نفر اول کشور نفر اول که در رأس قوای سلاسه وجود داره و او به اصلا رئیس همه قوت های نظامی در زیر دستش است و این اول الامر بالای همه نظام مسلح کشور است او باید دستور بده در چنین موارد و با جدیت و قاطعیت در برابر مجرم رفتار شود. رفتار نه رفتار سلیقوی نه رفتاری به گفته خصوص محکمه ایسا رفتار قانونی یکی از رفتارهای قانونی عمل کردن خود قرآن کریم و دوم چیزی که می تواند راهکار برای قطع فساد باشد تطبیق قوانین مروجه و مدونه کشور که خلاف اسلام و خلاف دین و خلاف شرع و طرز عمل والای دین نباشد می توان با تطبیق قوانین مروجه و مدونه کشور فایق بیاید دولت و با چنین مسائل نقطه پایان گذاشته شود <applause> یعنی می توانیم ما از این سه کار ایجاد تشکیل امر به معروف و نهی از منکر و استخدام کردن علما به صورت سیستماتیک و بسیار قوی و منظم در جاهای فساد و موعظه کنند اندرز کنند مردم دعوت کنند تا که از فسادهای گوناگونی که پیشتر توضیحاتش گذشت این نقطه پایان گذاشته شود و تطبیق قوانین تطبیق قوانین به این معنا که ولو که وزیر باشه امروز خیلی وزرا ما داریم یک دو سه چهار ده نه از ده بالاتر تا بیست و سی هم بالاتر ما وزرایی داریم که دستش به فساد نه از قدم تا اینجا به فساد آغشته است شنا میکنه در خون ملت شنا میکنه در سرمایه ملت شنا میکنه در فساد فسق و فجور اما هیچگاهی دیده نشده که دولت استاده شده باشه با جدیت و قسم یک وزیر بیاره استاده بکنه آه بعضی وزرای را ده کی که رفتن سعی کردن او وزیر بیچاره حتی یک ملی هم جرمی نداشت یعنی در برابر قانون خشخوری نباید باشه سمت سو نباشه زبان پرستی نباشه قوم پرستی نباشه عدالت محور و عدالت باید نصب العین واقعی دولت باشه چرا از عدالت مبنای همه چیز صورت میگیره و به قامت سماوات و الارد به نقطه عدالت آسمان ها و زمین استوار است آن روزی که عدالت از بین رفت آسمان و زمین هم از بین میرد و شیخ طاری ولی رحمه الله در مورد جامعه و سیاست برای اهل سیاست بسیار نصایح دارد خصوصا در مورد عدل که اگر پادشاه عدالت نداشت اگر پادشاه داد نداشت باز مملکت زود خراب میشه چو عدل است پیرایه خسروی چو عدل است پیرایه چرا عدل را دل نداری قوی چرا پادشاه بده تو عدالت داشته باشه که تا ان ضعیف ترین فرد ملت اعتماد و اطمینان بالای رئیس جمهور خود داشته باشه بلی اگر در حق من ظلم شود توی وزیر توی قمندان توی پلیس توی اردو توی فلان توی فلان ولی رئیس جمهورم قانونی است ولی وزیر عدلیم قانونی است رئیس سر محکمیم قانونی است اونها طرفدار عدالت هستند طرفدار دین هستند طرفدار قانون هستند می توانند حق را از کام تو بکشند بگیرند اگر به واقعیتش قوانین تطبیق شود از روی عدالت پس به امید پروردگار فساد هم کاسته میشه اما نباید چی بکنیم که در امی اواخر یک کم الحمدلله یعنی فعالیت های پلیس یک فل جمله چشمگیر است ان الله خوب است امیدوار هستیم که خوبتر شده بره ان الله لازم که نشانه به شکل نرمال بر شما پخش شود امید است که بعد از این هم ای مشکلات بدی سیستم در نشرات ما دیده نشده بر تقدیر سوال دیگه متوجه جناب استاد سمد قاضی میشه که بر ما میگن که حکمت و اهداف اصلی تطبیق حدود الهی به خاطر چی است آیا به خاطر دفع فساد است یا خیر تشکر سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز خواهر و برادر الله سبحانه و تعالی ذات حکیم است هیچ فرمان و هیچ امر و هیچ دستورش بدون حکمت به خالی از حکمت نیست بعض از مردم امروز در جامعه به امون تعبیر و در که در جامعه افغانی ماست میگن دایه دلسوزتر از مادر شدن یعنی در احکامات الله نقص میگیرن یا مثلا میگن اینها ضد انسان است و اصطلاح ضد بشر هست و فلان و فلان است در حالی که الله خالق انسان هست پروردگار انسان را آفریده و برای بهتر زیستن و بهتر زندگی کردن و برای که زندگی انسان بهتر تنظیم بشه یک سلسله قوانین رو مطرح کرده و در او حکمت ها است و طور مثال بیاد اگر نگاه بکنید در حدود الله اهداف اصلیش چیست؟ اهداف اصلی حدود الله تأمین امنیت هست اهداف اصلی حدود الله به خاطر آسایش و آرامش و رفاه زندگی انسانیت هست چیزی دیگری درش نیست اهداف اصلی حدود الله تأمین حیات برای انسان هست وقتی الله سبحانه و تعالی می فرماید و فی القصاص حیات یا اول الالباب در قصاص یعنی اگر یک کسی کسی دیگر به ناحق به قتل کرد خونش ریختان به حیاتش پایان داد باید در برابر این جرمش اعدام بشه قتل بشه قصاص بشه گرچه که الله تبارک و تعالی بر بحث قصاص چند راه برای انسان گذاشته دایره رو وسیع گذاشته یعنی به خاطر جبران خون مقتول چند راه الله گذاشته یکیش گفته قصاص است دو عفو گذشته است سه مصالحه بالمال است چهار بحث دیت است همه اینها راههایی است که برای اصلاح جامعه و برای جلوگیری از فساد است اما حکمت اصلی قصاص تأمین حیات برای دیگران است به اون الله تبارک و تعالی میگه برای شما ای اهل خرد به دانش قصاص مایه حیات است یعنی اگر چند نفر قاتلی متکرر ظالمی که خون صدها انسان بیگنا را رختاندن اگر اینها در محضر عام قصاص بشن مردم به چشم سر ببینن که قاتلین کشته شدن دیگه کسی جرأت نمیکنه که به خانه مردم به حریم مردم به اطفال مردم به خون مردم دست درازی بکنه همین نمونه چند روز پیش در کابل شما ببینید یا کسی که فرزندان یک خانواده را با تیشه تک, تک تک کرد اگر این قاس... ای قاتلین قصاص بشه دیگه کسی جرأت رو نمیکنه عین شبیه همین جرم چند جرم دیگر در چند سال پیشتر شما دیدید در کابل و در اطراف در ولایت دیگر اگر او قاتلین قصاص می دیگه این قاتلین پای خود را جمع میکردن بنا اهداف اصلی تطبیق حد مثلا یا قصص تامین حیات است دو وقتی اسلام میگه دست یک دوست قطع بشه به خاطر چیست تامین امنیت مالی و جانی تجار ما است اسلام برای تاجر خیلی ارزش قائل شده حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه التاجر الصدوق الامین یحشر یوم القیامه مع الصدیقین و نبیین یک تاجری صادقی امین یک ثروتمند یک سرمایه‌دار صادق روز قیامت مقامش در کنار رسول الله هست، صدیقین و صالحین است پس وقتی که قدر مقام داره کسی حق نداره مالش بهنا ناحق سرقت بکنه یا کسی رفته تجارت کرده زحمت کشیده رنج کشیده شبها و روزها مسافرت کرده تا پول به دست آورده و یا کسی دیگه بیای با اصله تمام ثروت شبه بر خب اسلام میگه به دستی باید قطع بشه چرا امنیت مال مردم تامین میشه و سارق و فقط و ایدیهما جزاء بما کسبوا نکالم من الله باید دست دو زن دوز مرد دوز وقتی که سرقت میکنن دست قطع بشه ولو به هر درجه ای هست حالا دزدان امروز بسیار دزدای ماهر زیادی است دزدای است که امروز از بیت المال دزدی میکنن از بانک دزدی میکنن از حق مردم دزدی میکنن زمین مردم را غصب میکنن حق فقیر و یتیم و مسکین و بیچاره را سرقت میکنن اگر این حد سرقت سر اینها تطبیق میشد دیگه مردم پای خود جمع میکردن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام میگه مجازات اسلام برای عمومی هر کسی که مرتکب جرم شد برای و به هر سطحی که باشه باید مجازات بشه اینی که مکافاتش عمومی است مجازات و مکافات فرد نمیشناسه زنی را آوردن نزد رسول الله صلی الله علیه و از قبیله بنی مخزون یعنی یک قبیله بسیار صاحب نام و نسب و به اصطلاح افغانی ما شما کارتن کلونا بودن ایزن سرقت کرده بود وقتی آوردن پیامبر میخواست که به ی حدی سرقت زریزی تطبیق بکنه اقوام زی آمدن یکی از صحابه به اصطلاح به نام اسامه ابن زید روان کردن نزد رسول الله صلی الله علیه و که تو برو با پیامبر صحبت بکن بگو یا رسول الله با ما مصالحه بالمال بکن همه یک غلطی کرده خب خیر سر زی تطبیق نکنه میاد آبرو عزت قوم ما میره شخصیت ما زیر سوال میره وقتی که این سوال با رسول الله در جریان میگذارن پیامبر چهرهش تغییر میکنه یک کسایی در گذشته هلاک شدن که بانه همین قسم پیش رفتن. یعنی افراد غریب و بیچاره وقتی جرم مرتکب شدن سرشان تطبیق شد قانون وقتی که از قبیله های کلان بود مست قبیله بنی مخزوم اونا ممانعت میکردن والله پروردگار که نفس من در یدی بلا است اگر دخترم فاطمه مرتکب دزدی بشه دستش قطع میکنه خب کجا اینو کسایی که امروز بچی وزیر معافه اگر قتل میکنه بچی وکیل سیف معاف است سیف بسیار مقامشان بالاست از جمله جلالت معاباستن خب به هر حال این مشکلات وجود داره در جامعه ما کاش که این مجازات عمومی می بود برای همه کس امروز در پهلوی ما در کشورهای همسایه ما یک نخست وزیر محکوم به اعدام میشه به زندان میره چرا چون قانون وجود داره نظم وجود داره ولی در کشور ما اگر یک بیچاره غریب بدبخت در مرتکب یک اشتباه شد زندان میره اما دیگران آزاد است به هر حال حد سرقت به خاطر تأمین امنیتی جان و مال و مردم و دفع فساد مالی در جامعه است. البته هر دوز دیامنی در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی یک مساله دوستانم پیشنهاد کردن که باید وضاحت داده بشه چند نفر دوز را بردن پیش حضرت عمر سرینات تطبیق نکرد چرا وقتی که تحقیق و بررسی صورت گرفت که اینها حتی نان برای خوردن نداشتن راهی دیگری هم نداشته بودند دست به دزدی زدند خب در یک جامعه که مردم 57 درصد زیر خط فقر زندگی بکنه کار نباشه روزگار نباشه امنیت نباشه تعلیم و تعلم نباشه شغل نباشه اگر یک بست خالی شد او هم بچه جناب عالی می باشه اونجا دیگه کسی حق نداره به اون نزدیک بره خب طبعا مردم با این مشکلات رو برو میشن اما او سارقین اصلی سارقینی که هیچ حتی سرمایش به میلیون ها دلار است ولی هنوز هم از خون مردم بیچاره ما سرقت کرده روان است باید سر زنا یه حد تطبیق بشه و این قضیه اهداف دیگر که در مورد مثلا حد زنا هست یا مثال حد شراب است به خاطر حفظ عقل انسان است به خاطر تأمین حیات انسان هست به خاطر حفظ به حرمت و ناموس انسان هست وقتی اسلام میگه به اصطلاح که کسی اگر به حریم دیگران تجاوز کرد به ناموس کسی دسترازی کرد ولو به هر سطحی باشه خدا کنه که شیخ الحدیث باشه وزیر باشه وکیل باشه هر کسی که اشتباه را کرد باید مجازات بشه از نظر اسلام چرا تا ناموس مردم دیگه در امن و امان باشن دیگه کسی جرأت نکنه خدای کرده به حریم مقدسی دیگران دسترازی بکنه بناا حکمت اصلی اهداف الهی دفع فساد در جامعه یک تأمین امنیت مالی دو تأمین امنیت جانی سه تأمین امنیت حریم خصوصی مردم ناموس و حفاظت از عقل و جسم و فکر و اندیشه انسان بنابراین است اهداف اصلی حدود حالا که کسی بسیار نمیدانن وقتی نام حدود برده میشه به اصطلاح اینا بسیار عکس العملای زشت نشان میدن میگن فکر میکنن که والله چیکار پیامبر در طول 23 سال حکومتش چند نفر بسیار محدود یک دو دستش قطع کرده یک زناکار رجم کرده به اصطلاح قاتل رم قصاص کرده ولی ایتون ای بی نیست که هر روز هر کسی به هر جای دلش خواست هر قسمی که یا کسی ردید و به اصطلاح برخورد چنین چیزی رو به سرش تطبیق بکنه بلکه حکومتی اسلامی مسئول است که به اصطلاح اگر چند نمونه ای رو تطبیق بکنه دیگه مردم پای خود رو جمع میکنن و این بهتر است استاد عزیز آیا بهتر نیست دست یک دوز قطع بشه از اینکه هر روز خانه های مردم چور بشه آیا بهتر نیست که یک به اصطلاح کسی که به حریم مقدس و ناموس دیگران تجاوز کرده یک نفر کشته بشه از اینکه دیگه ناموس مردم در امن باشه از اینکه هر روز در مکتب و در دانشگاه و در اداره و در وزارت و در همه جا به اصطلاح با ناموس مردم دسترسی بشه آیا این بهتر نیست که دو تا قاتل اعدام بشه قصاص محکوم بشه از اینکه هر روز خون مردم ریخته بشه ما در توی پنج سال یا شش سال بیشتر از صد هزار نفر در افغانستان از نظامی و غیر نظامی کشته دادیم خب کسی نیست که صدا بلند کنه اینا خاطر چی کشته شد اگر یک قاتل وارد پای چوبی دار استاد کرد ببینید که صدها مؤسسه حقوق بشری صدایشان بلند میشه که والله این انسان است و این فلان است و خب این صد هزار نفر کشته شده این آدم نیستن در جامعه کسی میخواد که حداقل عقلانه فکر بکنه موافق و باشید الله خیر باشین شما استاد بینای سوال بعدی متوجه جناب استاد از زلای مفله میشه که استاد محترم بر ما میگن که عواملی که باعث ازدیاد فساد در جامعه میشه و در مجود چی هست واقعا؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی استعین و بهی نستعین عوامل یا عکس العمل هایی که باعث فساد یا ازدیاد فساد در جامعه میشه واقعا آفتاب بار معلوم دار است یکی قسمی که قبلا ذکر کردم جواب با هم مرتبط است سهلنگاری دولت در مکافات و مجازات نظامی که مکافات و مجازات نداشت بدون شک در اوجا دروازه ها بند نیست به گفته حضرت حافظ هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو پاسبان و حاجب و دربان در این درگاه نیست در هر نظامی که سیستم مجازات و مکافات عفونت کرد تورم کرد از بین رفت او جامعه فساد اوج میگیره و مسئله دیگری که باعث ازدیاد فساد میشه همکاری و پهلو دادن دولت با بعض مفسدین و است. در برخ موارد با سند شاهد به سطح جهانی و بین المللی خفی و مخفی نیه پوشیده دیده شده که دولت از یک قماش مردم دفاع کرده پس فردایش او را دیگه چیز اعلان کرده که چنین عمل ها هم باعث ازدیاد فساد کینه در برابر دولت به اصطلاح ایجاد گروه های خطرناک ای میشه و روی هم رفته میشه باعث ازدیاد فساد و بر علاوه دولت تعداد از افراد سرشناس مردمای کلان که دارای پوست های کلان وظیفوی هستند در برخ موارد اینها هم از بعض جنایات دفاع میکنن مثلا بسیار ساده عرض بکنم همال هر حوزه کابل که میگی به تضمین برد میگم آمری آزار را پچق میکنیم که شراف و ها را بند ام روز اول بند میکنیم نیم ساعت برای تضمین میکنیم فورا از وزارت های دفاع داخل امنیت زنگ میاد که نگی پارلمان وکیل سب زنگ میزنه آبا اگر میخوای در وظیفیت باشی با امی مردم ها رو نگی ببین چه چی قدر چیزی بند این دیگه از جمله رشد و ازدیاد عوامل فساد است و چیزی که زیادتر در ادارات باعث فساد اداری میشه باعث فساد اداری عدم مسئولیت کاری است عدم مسئولیت کاری به این معنا با وجودی که ما سیستم خدمات ملکی داریم الحمدلله خوبتر است ولی با وجود آن هم یک وزیر که جدید مقرر میشه در یک وزارت از حاضر باش گرفته و چپ راستی گرفته تا با همون مین و رئیس هر چی که است پف برو پف بیا اینی هم خودش عدم مسئولیت کاری که بود یک آدم احساس محفوظیت موسیل در اداره و وظیفیش نمیکنه کنه میگه در اینمی چند روز همیش هستم میمزر ما کلش با من ازی بگی یزو بگی چور بکو چپاول که مثل خیلی در چیز ایساب بندرها پیش گفته نی؟ بنادری ترانزیتی و تجارتی بیازو از ما کس دفاع نمیکن اگر یک مامور بفهمه که ما اینجا سیستم است اینجا نظام است اینجا سارنوالی است اینجا مراقبت است اینجا محکمه است اینجا برادر موی از خمیر جدا میشه ما هیچ وقت توهین نمیشم تحقیر نمیشم ما از وظیفیم علل حساب بدون گناه و جرم جنایت سبب دوش نمیشم در او وقت دل گرم دست باز با عشق با علاقه با وطن با مردم به بهترین وظیفه اجرا میکنه و بهترین وظیفه انجام میده وقتی که چنین مسائل در پشت یک مامور نبود در پشت یک کارمند و کارگر نبود از چو سد مل و ب دغ و بد ز م د ه بار بار خواهش بار دیگه هم من حیث تکرار احسن مگهته برادر ما مایوس نمیشیم بازم خواهش میکنیم که دولت سیستمی مکافات و مجازات و سیستم مسئولیت کاری را در تمام دوائر باید بسراحت اعلان کنه یک وزیر وقتی که تبدیل میشه غیر از قدیفه و چادرش دیگه حق یک سوزن برده و خانهش نداره غیر مال شخصی خودش همه قسم یک قصه یک از یک چی داره مگه وقت یاری بکنه انشاءالله یک از همین بنادر دولتی یک, یک از همین مامورین وزارت مالیه یک قصه گرد یک که دوستای ماستن گفت رفتیم در یک حیات بودیم پنج شش نفر در یک, یک نفر پیدا کردیم خلاصه مجرم پیدا کردیم که به میلیونات ها دالر زدگیست گفت بیادارا اشتاد هزار دالر میده هشتاد هزار دلار یک مامور عادی گمرک به لیاز خدا این قضیه بین ما و شما شما بخیر و سلامت این مامورم هم نامو قرار بابا ما تعهد کردیم ما تخلف تحلیف کردیم قرآن خوردیم ما بچه های جبرایل علیه سلام بود. خلاصه که موی از خمیر جدا نکنه او بیا در تو موی از خمیر وقت جدا میگیری سیستماتیک همه تو رواری باشه همه مسلمان باشه همه در تعهد و پیمانش بسته باشه ها خلاصه گفت نکنین به خدا گفته میره در 13000 هزار در کابل خلاصتان میکنم نکنین ها یا لج کرد نه اصلا نه یا اوتو یا اوتو خلاص یا قانونی خلاصه قانونی رو خیبرین تو عریض ترتیب داد اما چیزی که سیستم کاری است، مکمل از روی قانون رفتن جور کردن آوردن در وزارت تسلیم کردن یکی نیم ما پس نفر آمد در دفتر خود می آدم داخل شد سلام علیکم چیال داره جور است این بخیر جانتان جور نگفته بودم چطور از این نگفته بودی ایوازی که او آدم ولچک زده می شد ایوازی که او به سارنوالی معرفی می شد ایوازی که او در پشت میله های زندان می رفت آن خاینین اصر و تاریخ کسایی که زهر و مار خود و اهل و اولادش کردن رشوه را گرفتن جنایتکار در شهرگ اقتصادی کشور و دولت مردم قرار دارن باور به خدا داشته باشین اگر نادر افغانستان شخصیت های متقی پرهیزگار با خدا با دیانت گماشته شوه ما به این باورمند هستم که بسیار زودی کشور ما از این قرض و از این گدایی و از این بلا خلاص میشن خداکنه ان شاء الله یک در خوري سوال شمه جوړه ول. وجداک الله جان تشکر کوم چې مو محترم لطف کردین. سوال بعدی متوجی جناب استاد عبدالسلام قاضی زاده میشه چې استاد محترم با ما حضرت متوجی جناب استاد نذیر احمد رحمانی میشه. مې را فکر مې پریشان ساخت مثلا مشكلات تخنیکی یعنی خېلی واقعا در لمه اسباب تداخل мекуنیم تایی که مشكلات کمتر شوا او مشكلات هیڅ نه باشه. گرچه در بسته در جریان مشکل وجود نداره الحمدلله ولی چون مشکل اینترنت هست او دیگه در اختیار ما واقعا نیست ولی به محضی که بخیر برنامه انشار تکمیل شد تلاش میکنیم چون در جریان نشرات تو هست به درست فهمیدن صدا و دیدن تصویر انشار که برنامه رو به درستش که ریکارد یا ثبت شده دوباره به شما بازنشر خواد داشتیم انشار که از این نباشین تلاش خودم میکنیم استاد محترم جناب رحمانی سه برما بگین که تاثیرات منفی فساد در جامعه چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین تأثیر خود فساد در جامعه چی هست؟ چرا که فساد منفی جامعه با فساد بله به خاطر که فساد منفی و مثبت نداره کلش منفی است میتونیم که به چند آیه و یک حدیث مختصر کنیم برای در جامعه ای که فساد باشه عذاب الهی می باشه یعنی هر جامعه ای که مفسد شد عذاب الهی در کمینش از برش میرسه یعنی لازم ملزوم است فساد جامعه حلال شدن عذاب الهی برای راشد صلاح جامعه در یک صلاح جامعه خوب شدن جامعه رحمت الهی را در بر من جملة الله رسول صلى الله عليه وسلم فساده كدر زنا وامتنان در ربا اس بيان میکنه صلى طيب الله عليه وسلم مي ما زهر في قوم از زنا وربا الا احلوا بأنفسهم عذاب الله هیچ قوم نیست که بر خود زنا نوزب بالله و ربا را حلال بسازن مگر الله تعالی عذاب خدا بر بالایش حلال می یعنی عذاب الهی را خودشان به جان خود میخرن. خرن و در قرآن کریم می فرماید و به آیاتنا یمسهم العذاب به ماکان یفسقون کسانی که دین تکذیب کردن جامعه را فاسد ساختن آیات الهی را نادیده گرفتن الله میگه به اینها می رسانیم عذابی که به سبب فسقشان بوده. عذاب الهی سبب فسقشان و فساد در جامعه باعث میشه که مردم الله را فراموش کنند واقعا استاد گرامی یگان دفعه آدم آیات قرآن کریم میخونه در این مورد تکان میخوره چطور انسان وقتی که جامعه فاسد شد خدا را فراموش میکنه مشخص است هر کس که فاسد شد طرف به طرف فساد خود میره اگر شراب خور است میره به طرف شراب خود اگر نوز بالله زناکار است تمام فکرش هوشش حواسش طرف مو است اگر رشوت خور است هاذ القیاس پس درو جامع الله فراموش میشه درو جامع رسول الله فراموش میشه درو جامع دین فراموش میشه هیچ نوع ارزش اخلاقی عبادی ایمانی درو جامع دیگه نمی باشه الله مطال در قرآن کریم می فرمه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون ای مؤمنین نباشین مانند کسانان که خدا را فراموش کردن در حقیقت نفس های را فراموش کردن کسی که خدا را فراموش کرد خود فراموش کرد کسی که خدا را فراموش کرد خود حلاک ساخت هیچ نو ضرری به الله نمی و هیچ نو فایده متوجه الله نیست هر آن کاری که کردی گلس به سر خود سری پس یکی از تاثیرات فساد در جامعه است که الله از جامعه فراموش میشه, میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلام در حدیثی که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه میگه پیامبر علیه وسلام و سلام خطاب کرد به مهاجرین گفت مهاجرین از پنج خصلت از خدا پناه میخوایم که شما سرد و چار از او شوید او پنج خصلت چی بود یکی بود که گفت اگر در جامعه هیایی بود هرگاه در یک قوم در یک جامعه در یک اجتماع به حیایی ظهور کرد به سبب اونمو به حیایی الله متعال تا و وبا و امراض را مسلط می سازد که پدرایشان به چشم ندیدند. پدرایشان در حدیث می حتی نشینیدند، و چشم دیدن خوبانین حتی نشینیدند. امروز متاسفانه بریم یک را به جامعه چین امروز کرونایی که دامنگیر جامعه چین است چی است؟ علت چیست؟ ویروس است میکروب است دامنگیریشان شده چرا؟ به خاطر که حیا برداشته شد حجاب برداشته شد فساد اخلاقی آمد هم جنسگرایی آمد استاد یک نقطه را همیجه اضافه کنم خیر وقت اگر گرفتیم پوزش میخوایم اگر یک انسان با یک, با یک, مرد اگر با یک سگ آروسی کنم میگه ای کدی سگ آروسی کرده؟ اگر یک مرد با یک مرد آروسی کنه چقدر جالب مرد با هم آرسی کده. اگر هم شود زن با زن آرسی کنه زن اگر یک مسلمان زن دوم گرفت تمام چشما مبره خلاف دینه، خلاف ورزش است جامعه بشری و حقوق بشر است این چی است این فساد باعث شد که این همه از آبای الهی دامنگیر ما شود دوم هرگاه در جامعه ای که در ترازو خیانت شود الله متعال توسط از او قحتی و گرانی و ردرو جامعه مسلط می و مردمش بر بالایشان حکام ظالم حکومت می سوم هرگاه قومی که از ادای زکات و از دادن زکات عبا ببرزن الله مطال باران به سرشان قطع می چهارم هرگاه قومی که معایده که با خدا و با رسول الله بستن او معایده را زیر پا بسازن الله مطال دشمنای بیگانه را بر بالایشان مسلط می امروز جامعه اسلامی رو ببین؟ نمی فهمم. همین کسایی که داد از جهاد می داد از دین می زدن. امروز امروز چی شدن اینا امروز صدا کجاست علی بیگانه هایی که آمدند بر بالای ما حکومت میکنند، علتش همی است و پنجم هرگاه سرداران یک ملت بر قانون کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل نکنند احکام نازل شده ای که از طرف الله است او را عمل نکنند، الله متعال در هایشان اختلاف همه بردن جنگ هم اندازن. امروز جامعه ما که جنگ از در داخلش دین خدا را تطبیق نمیک همه مسلمان یک کس شما برین برش بگین که تو کافر هستی گلون تا دندان میگیره اما اگر برش بگین این عملت خلاف اسلامی این اینی اینه اینه این این به تفاوت است این مواردی بود که تاثیرات بشتبت. ناشی از فساد در جامعه باشه تشکر شما جزاکم الله خیران استاد محترم اردو سماد قاز سوال بعدی متوجه شما هست که بر ما میگین که موقف اسلام در مورد مفسدین و جزای مفسدین از نظر اسلام چی هست از شما مشنای مستد با سلام مجدد هیچ شکی نیست که اسلام عزیز موقف واضح روشن شفاف در مورد مفسدین داره حالایی که در جامعه ما در برابر مفسدین چی برخورد صورت میگیره؟ آیا جزا برایشان داده میشه؟ نمیشه؟ او بحث جداست. من پیش از که به جزای اصلی مفسدین در قرآن بپردازم چند آیتی دیگره که در مورد مفسدین کسایی که فساد میکنن. حالا این مفسد مفسدی مفسد اخلاقی است، مفسد مفسد سیاسی است، مالی است، تعلیمی است، هر چی که است. یک مفسدین باید بدانند که پروردگار میبیند فساد اینها و ربک اعلم بالمفسدین. پروردگارت از همه کس داناتر است در مورد مفسدین بعضی از این مفسدین فکر میکنن که وقتی رشوت میگیرن میگه بیار زیر میز بگذار یا به اصطلاح در جایی بده که کمرهای مخفی نباشه غافل از این که پروردگار همیشه کمرهای مخفیش بالای سر انسان نصب است الم یعلم بان الله یرا فکر کرده خدا نمیبینه میبینه والله به ما تعملون خبیر بصیر علیم پروردگار میدانه که چی میکنید چی انجام میدهید خبر داره همه چیز را آگاه و این قضیه جای دیگر الله تبارک و تعالی به خاطر تاکید از میگه فان الله علیم بِالْمُفْسِدِينَ همان پروردگار میدانه که این مفسدین چه میکنن حالا تو به پنهانی رشوت بخوری و پنهانی خیانت بکنی جنایت بکنی هر ترتیبی که باشه الله میدان میبینه از جنایتتان خبر داره و این قضیه جای دیگر الله تبارک و تعالی میفرماد که لا یحب المفسدین این جمله خیلی خطرناک این جمله در قرآن تکرار شده لا يحب الكافرين لا يحب الظالمين لا يحب الفاسقین مفسدین همه اینا در یک ردیف قرار داره تو مفسدی که فساد میکنی امروز در جامعه اول که وطنیت دوست نداری پاون نیستی و حتی ارزش های مدنی ارزش های دینی اخلاقی عرفی یک جامعه پایوندی نداری خود دروغ میگی که والله ما به فکر عمران و آبادی وطن هستیم والله دشمن وطن هستیم کسی که وطنش دوست داشته باشه فساد نمی کنه رشوت نمی خوره. خیانت نمی کنه به فکر نجات وطنش است به فکر عمران و آبادی مملکتش است ولی بدانید که پروردگار مفسدین را دوست نمی دارد اگر هر قدر مردم پیش چاپلوسی بکنن عزت و احترام بکنن به خاطر چوکی و قدرت و منصب و علم و دانش و ثروتید ولی الله دوست نداره وقتی پروردگار انسان دوست نداشته باشه همه کس در کنارت قرار داشته باشن الله که تو رو دوست نداشته باشه ضرر کردی و اگر الله انسان دوست داشته باشه همه برای دشمنی بکنن الله برایت کافیست است الله و بکافین عبد آیا پروردگار برای بندش کفایت نمیکنه کفایت میکنه و نکته دیگر در مورد مفسدین در قرآن الله میگه ان الله لا یصلح عمل المفسدین عمل مفسد صالح نمیشه شما فکر کنید یک کسی که لباسش از حرام، خوراکش از حرام، درآمدش از حرام، فرش و ظرفش از حرام، خانوادهش به حرام تغذیه بشه. والله هر چی تو سبحان ربی العلی بگی سبحان ربی العظیم بگی هر قدر نماز بخونی الله این عمل قبول نمیکنه. عمل مفسده. الا مگر که توبه بکنی. دروازه رحمت الهی باز است. هرچی کردی تو امروز کردی. سر از امروز توبه بکن، استغفار بکن، بر بگرد. الله قبول میکنه عباداتت هم قبول میکنه بنده محبوب الله هم میشی حالا هر چی شده شده ممکن از پیش نمیدانستی چرا ما مفسدی نداریم که میرن اختطاف میکنن بچه این مردم باز میاد ختم قرآن میکنن والله ما به چشم سر دیدیم و الله قسم یاد میکنه که دیدیم کسایی که حتی به ختم قرآن کرده بود چند روز بعد به جور اختطاف بگیر آمد تفلکی پنج ساله رو میبری داخل چا پایین میکنی یک لک دلار میخوای باز میره ختم قرآن میکنه سیب خیرات و صدقات داره سیب حج و میره چند مرتبه سیب افتخار میکنه تسبیح صدانگی داره و رسول الله صلی الله علیه و میگه ان الله طیب لا یقبل الا طیبا پروردگار پاک از جز پاکی چیزی دیگر رو نمیپذیره نمیشه که آدم خدا رو فریب بدی دو کس نمیتونی فریب بدی یکی خودی تو یکی الله را چرا که خودی تم میدونی که تو کیستی اگر هر قدر مردم پیش چاپلوزه کنن تو خود شخصیتت معلوم است به خودیت که تو کی چی کسی هستی پیش وجدانت خود شرمسار هستی و الله هم میدانه که تو چی کسی هستی بیاید در جزای مفسدین الله صریح در قرآن بیان کرده ای خلاص تر بگم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسول ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى مجم همانا جزائي كساني كبا خدا ورسول در جنج. الله مفسدين در سنجري قرار دارن در برابر خدا ورسول شما با ملت در جنگ نیستید شما خدا رسول حالا این فسادی فساد مالی است اخلاقی سرقت است سر راه مردم گرفتن است هر نوع فسادی که است کوشش کنید که اصلاحتان کنید این نما جزاء الذين يحاربون الله جزای کسایی که با خدا می جنگن با خدا در جنگن چرا الله میگه نکوتو ضد خدا حرکت میکنید جزایش چیست الله میگه در زمین فساد اینا گسترش میدن فساد میکنن هر نوعی فسادی که است ای یک نوعی از مفسدین هست که جزایشون مرگ است کشتن است کسایی که قتل میکنن غارت میکنن نوی دوفو میشه الله تبارک و تعالی میگه ایو قطع عیدی هم دستشان قطع کردن است فساد مالی میکنن مال مردم سرقت میکنن نوی سفوم مفسدین الله میگه او یونفو من الارض از سرزمین خدا باید دور کرده شوند نوی دیگریشان میگه که او یو صلب و به دارا بیخته شوند کسایی که اختطاف میکنن بچه های مردم هست حیات و جان و مال مردم را تهدید میکنن عجیب است والله وقتی آیات قرآن را به ای وضاحت به ای سراحت و ما را ببین که در کدام مسیر روان است و بعد الله چی میگه؟ میگه لهم خزیون فی دنیا این خوب زلت و خاری و رسوه اینا در دنیاست. است شرمسار شدن آب شدن و لهم فی الاخرت عذاب عظیم در آخرت برای اینها عذاب دردناک است یعنی به همون معنا که ما در افغانستان ضرور مثل داریم میگه شفشف شف نه شفتالو همون قدر واضح شفاف پروردگار در مورد مفسدین موقفش واضح است که آدم برای هر انسانی که استاد کلاس سنف پنجم را خوانده باشه میفهمه که جزای یک مفسد موقفی یک مفسد در اسلام چی هست بنا دعا بکنید که الله تبارک و تعالی همه ما رزی بدبختی نجات بده مفسدین بدانید که اعمال شما را خدا میبینه ولو زیر میز باشه روی میز باشه به مهمانی باشه به نام هیبه باشه هدیه باشه هر چی که باشه دو الله دوست نداره مفسدین سه عمل مفسدین قابل اصلاح نیست تا زمانی که ترک از فساد نکنن چهار جزای مفسدین یک گروه از مفسدین جزایشان قتل است یک گروه جزایشان به دار است یک گروه از مفسدین قطع کردن دست و پایشان بر خلاف یک دیگر هست یک گروه از مفسدین او ینفو من الارض تبعید کردن است که باید اصلاح بشه باید از سرزمین بیرون بشه و الله میگه ای این جزا و در دنیاست و در آخرت عذاب عظیم در ناک دامن دامنگیری شماست و ایران بدانید آخرین نکته که والله حلاوت نمیکنید. او کسی که حق یتیمی بیچاره را حق فقیر زمین مردم غصب میکنه، مال مردم با این جهالت و بدبختی مال مردم به زور میگیرید الله یک مرض رو برید مسلط میکنه یک مصیبت دامن گیرید میشه که نمیدانید. داخل کوتی ده منزله زندگی میکنی فکر میکنی به جهنم هستی زندگی رو برای تنگ میکنه تو رو در اوج مشکلات قرار میده موفق و مایت باشید الله شما صادق محترم امیدوارم که برنامه به درستی به خیر برسه به عنوان آخرین سوال از جناب استاد محترم از زلای مفلح میپرسیم که استاد بزرگوار بر ما بگویم که مسئولیت ما در قبال مفسدین و فساد کننده ها چی هست بسم الله الرحمن الرحیم و به استعین و به نستعین مسئولیت ما و مسئولیت همه و مسئولیت دولت و مسئولیت ملت همه با هم در قبال مفسدین مسئول هستیم دولت هم یک سری کارهای را در قبال مفسدین باید انجام بده که عبارت است از همو مجازات و مکافات تطبیق قوانین بر علاوه او گماشتن افراد صالح خوشنام نیکنام با تقوا با دیانت در رسی ادارات دولتی و میهنی خصوصا در او جاهایی که عواید مالی داره در اون جاها انسانهای اهل تقوا و اهل دیانت دولت باید چی کنه؟ استخدام بکنه تا اینکه یک نوع مبارزه و یک نوع ادای مسئولیت کرده باشه و از هر راه ممکن از هر طریق ممکن مثلا درباره صلح حالا هر چیزی که میگیم زیادتر درباره صلح هر مثلا تلویزیون برنامه جور میکنه عاده. زیادتر بود این قسم بر علیه فساد عمل عمومی یا ع... حشر عمومی که یعنی همه مردم همه مردم یک جا اقدام بکنن علما موعظه بکنن دولت هم استخدام افراد صالح و شایسته را داشته باشه و همین قسم گماشتن علمای روانشناس علمای روانشناس زیادتر در مورد شناسایی انسانهای خوب و بد تفکیک بکنن انسانهای بد دستش از وظیفه بگیرن و انسانهای خوب ترفیه بدن تقدیر بکنن تا اینکه یک نوع احساس مسئولیت یا ادای مسئولیت شده باشه و همچنان رفع نیازمندی ها و مسائلی که مرتبط میشه با همون مفسدین کسایی که فساد میکنن از اهل فساد دولت پرسان کنه چرا می فساده میکنیم اگر میگه کار ندارم برش کار بده اگر میگه وظیفه ندارم وظیفه بته یعنی تا جای زیادتر پهنه و پهلوی کار تقریبا 50 فیصد یا بالاتر از او تعلق میگیره به دولت دولت زیاتر در این مورد تصمیم بگیره و در این مورد زیاتر سهم داره ایمی مسائل انجام شوه ان شاء الله العزیز که به امید پروردگار ادای مسئولیت خواهد شد جزاک الله خیرا تشکر از ساجد اسامی شما محترم لطف کردین به استودیو تشریف آوردین گرچه وقت تاخیر شد ما با شش سا ساعت 6 و نمره برنامه شروع کردیم که ان شاء بعد از می کار خواهد کردیم یعنی از ساعت 6 شام شروع میشه تا 8 هشت... به نواد دقیقه برنامه خواهد بود دوستان از تشکر از شما هم که با حاصل مندی برنامه را مشاهده کردیم با واسف از مشکلات تکنیکی بود مشکلات نشرات بود نه در سیستم اینجا ولی چیزی بود در اختیار ما نبود چند بار شد تکرار کردیم عزیزان محترم قبل از اینکه برنامه آغاز شوه و استادای بزرگوار خصوصا استاد نظیر رحمانی یک پیشنهاد بسیار خوب داشتن که این خلا واقعا در سیستم مرکز دعوتی پیمان مشاهده شده هست ولی از طرف ما نی. ما نهایت تلاش خود را کردیم او مشکل چی هست او کم بود اینی که برنامه هایی به زبان پشتو باید می یا داشته باشیم که بسیار کم داریم این ما خیلی حریص به هستم در طول چند سال اخیر که اساتید بزرگوار که به زبان پشتو تسلط کامل دارن به این استدیو تشریف بیارن برنامههایی داشته باشیم خب تلاشهای ما تا حال به نحوی مانده که بعد از این که بزرگوار متحد شدن تا اساتید و جوانای بزرگواری که با زبان پشتو تسلط کامل دارن اونا را به خیر به دعوت بکنیم مهمان ما شوند و نظیر برنامه نشستهای ایمانی به زبان پشتو هم داشته باشیم که البته در قالب فقط یک مشوره بود برای ما پیشنهاد کرد و ما خواستیم که را هم با شما شریک بسازم در این هم تصمیم خواد گرفتیم بخیر که چه کاری میتونیم بکنیم و ای دوست داریم که لاقل به زبان ملی خود بر حسب توان ان که این مرکز بعد از این برنامه های خوب و مفید داشته باشه سپاس تشکر میکنیم از دو برادر بزرگوار مخلص که در فاصله زمانی به نحو طولانی تر تقریبا با ما همکار شدند تا اینکه کامپیوتر که در بخش گرافیک ما نیاز داشتیم او را تکمیل کردیم ان و به اختیار ما قرار گرفت ان شاء که چند مثلا بخش دیگه که به فردا و پس فردا شد تنظیم خواهد شد و در جریان برنامه هم مشاهده کردیم که مشکل مایک ما هنوز وجود دارد چند عزیز ما گفتن که ما همکاری میکنیم هنوز هم کارش با ما نرسیده و مشکل مایک واقعا خیلی زیاد هست و تلاش جوانا به این بود که اصلا دیده نشد جریان انتقال مایک از دوستاد به دوستاد دیگه چون ما دو مایک داریم مایک وایرلس به این اساس باز او هم ما شاهد بودیم که حتما مشاهده کردین امیدوار هستیم که مشکلات مایک هم که یکی از مشکلات عمدی برنامه های چند نفری ما هست ای هم بخیر به توفیق و یاری الله عزوجل حل شود سپاس و تشکر میکنم از همه شما عزیزان و پیشنهاد دیگه که دارم این است که بعد از تقریبا چند ماه که برنامه های زنده و مستقیم پخش میشه امروز شاید برنامه نخستین بار است که ما یاد بکنم که چه خوب است که عزیزا و مخلصین برنامه های زنده و مستقیم را از مرکز دعوت پیمان که نشر میشه یا اسپانسر شون یا به قول به اصطلاح معمول حمایت مالی بکنین تا ای که بتانیم با خیال راحت و نیازمندی ها و مصارفی که برنامه ها داره ایر ما تامین کرده بتانیم سپاس و تشکر میکنم از همه شما از دان انشالله که امیدوار هستیم به برنامه های بعدی و هفته های بعدی مشکل تکنیکی خصوصا اینترنت را نداشته باشیم و یا لاقل خیلی کم باشه امید داریم از دعای خیرتان فراموش ما نکنین در اخیر هم تشکر میکنم باز یک بار دیگه از استادای محترم که حضور به هم رساندیم از بخش تکنیک هم که نهایت تلاش و تقلای خود را کردن تا مشکل پیش نشه ولی متاسفانه که مشکل پیش شد از شما هم تشکر میکنیم که با قط وصل هم که شد الاقل برنامه را دنبال کردین و تا برنامهی بعد هفتهی بعد یکایک شما زانر به اللههی من نان میسپاریم از دوعای تان فراموشما نکنیم در حفظ و امانی الله عز وجل باشیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته